تکرار حادثه اسکانیا این بار برای ولوو. تا حالا جاده های کشورمون چند تا حادثه دردناک رو به دلیل ناامنی اتوبوس ها شاهد بودن، اما حالا یه حادثه تلخ دیگه تکرار شد. خانم پناهی، علت حادثه اتوبوس گرگان تهران مشخص شده؟ بله، رئیس پلیس راه گلستان گفته بی توجهی راننده باعث سقوط اتوبوس به عمق 45 متری دره جاده حراس شده. البته راننده و کمک راننده این اتوبوس به طور معجزه آسایی جون سالم به در بردن که این موضوع رسیدن به سرنخ ماجرا رو قطعا آسون تر میکنه. مجمع نمایندگان استان گلستان هم اعلام کرده که علت دقیق این حادثه رو بررسی میکنه و به اطلاع مردم میرسونه. بامداد روز سه‌شنبه بود که سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری از گرگان به مقصد کرج در منطقه پلور در جاده حراز به دره‌ای به عمق حدود 30 متر خبرساز شد. متاسفانه این حادثه تا به امروز 18 کشته و 25 زخمی داشت. سر ماشین که گرفتم این طرف خوردم به گاردیل، اون قسمت شیمونی خوردم و که ماشین اینطوری به طور بالا شد، اینطوری شد که ما کشید مار پایین. دیگه همه دارن جیغ میکشن، دیگه دیدیم داریم میریم. اصلا اینقدر که شب بود، اینقدر که دید نداشت، حتی دره رو نمیدیدم. راننده برای لحظاتی بنا به دلایلی حواسش از جاده پرت میشه، توجهش به جاده نبوده. ابتداعاً یه مسافت 20 متری رو واژگون میشه در یک سطح صافی که در اونجا ایجاد شده بوده، لحظات متوقف میشه که تعدادی از مسافرین و خود راننده از شیشه جلو که شکسته بوده به بیرون پرتاب میشن. در حرکت بعدی که از روی این سطح به سمت پایین دره پرتاب میشه، حدود 30 متر ارتفاع داشته این مسیر بعدی که به روی سقف در واقع واژگون میشه از این ارتفاع 30 متری، که بیشترین تلفات هم در اثر این واژگونی که شدت بسیار زیادی داشته اتفاق میفته. سردار مهماندار در آستانه آغاز سفرهای نوروزی توصیه هایی هم به شرکت های مسافربری و رانندگان حمل و نقل عمومی داشت. حتما از استفاده از موبایل صحبت کردن با مسافرین در حین رانندگی اجتناب کنن. اتوبوس قبل از حرکت با توسط مدیران فنی و شرکت های مسافربری کنترل بشه از لحاظ سلامت ایمنی و فنی، و همینطور وضعیت راننده دارای کارت سلامت باشه و بتونه رانندگی کنه و جون